مشکل نخاع پیدا میکنن، نخاعشون قطع میشه، چه مشکلی هست که نمیشه وصل کرد؟ به نظرم ببین منظورشون اینه که آیا میشه در آینده وصلش کرد، شکایش کرد؟ بستگی داره به سطح، به سطحی که نخاع قطع شده. اگر نخاع خوب پایناش باشه خب کمتر اختلال داره، ولی اگر خیلی بالا بالاهاش باشه، مثلا در سطح نخاع بالای نخاع گردنی، حتی تنفس هم میتونه قطع کنه و معمولا مریضا فوت میکنن. و بستگی در همین هم هستش، و بازم بستگی به شدت قطع داره. اگر قطع کامل نخاع باشه متاسفانه قابل برگشت نیستش، ولی قطع کامل ناقصش میتونه، خب با درمان های توانبخشی میتونن مقدار زیادی از ناتوانی های مریض رو تعدیلش کنن. ممنونم. اشکان پرسیده فشار عصبی چه تأثیر رو مغز میذاره؟ ببینید منظور تنش‌های روانی بله، هست، تنش‌های. تنش‌های رو ببینید، اینا باعث میشه که اولا فشار خون آدم بالا میره، مقدار زیادی کورتیکواستروید آزاد میشه. کورتیکواستروید همون کورتون و اینا هستن که تو مغز هستش. اگر طولانی کورتیکواستروید در مغز طولان در اثر همین تنش ها طولانی باشه، سیستم ایمونیتی بدن یا سیستم ایمنی رو خیلی پایین میندازه، آدم رو مستعد عفونت ها و از همه مهمتر مستعد سرطان میکنه. کورتیکواستروید هایی که از مغز سرشون میشن باعث اختلال تلومرای سلول ها میشن. تلومرای ساختارای انتهای کروموزوم ها هستن، مثل انتهای بند کفش و یک تیک آهن هستش که نمیذاره این بند کفش ها از هم باز شه. اونم تلومرا هم همون کارو میکنه، نمیذاره این کروموزوم ها اختلال پیدا کنن. حالا اگر بر اثر تنش کورتون خون، کورتون مغز بالا بره و باعث بشه در خونم آزاد شه، این تلومرا آسیب میبینن و آسیبشون به کروموزوم ها منتقل میشه و باعث افزایش سرطان ها میشه. اون وقت تنش ها باعث افزایش فعالیت سیستم خود مختار سمپاتیک هم میشه، فشار خون آدم رو بالا میبره و از طریق بالا بردن فشار خون آسیب های عروقی میده و سکته های مغزی و سکته های قلبی ایجاد میکنه. حالا گذشته از تنشایی که مانع میشه از اینکه آدم بتونه تصمیم های دقیقی برای گذران زندگیش لازم داره که این تصمیم ها رو بگیره، اونا رو هم به هم میزن.